هم آمریکا و هم چین بر سر ویروس کرونا درد مشترک دارند. ولی در عالم سیاست درد مشترک لزوماً به معنی همدلی و همکاری نیست. نه تنها خبری از همدلی و همکاری بین چین و آمریکا نیست، بلکه هر دو طرف درگیر یک دعوایی شدند که روابط آنها را دچار تنشی کم سابقه کرده. سازمان بهداشت جهانی از این مسئله به تلخی یاد می‌کند. عامل تعیین کننده در پیروزی بر بیماری آبله همبستگی جهانی بود. ما امروز برای شکست دادن کرونا هم نیاز به این همبستگی داریم. پیروزی ما بر آبله نشون داد که اگر دنیا دست به دست هم بده، همه چیز ممکنه. پیش از این نیست دولت دونالد ترامپ دل خوشی از چین نداشت، ولی حالا اوضاع به مراتب بدتر شده. با اینکه این چین بود که در روزهای اولیه شیوع کرونا ارتش آمریکا را متهم به تولید ویروس کرد، اما حالا چین خودش متهم شده. هم متهم به پنهانکاری، هم متهم به تولید ویروس. آمریکا بر اساس همین اتهام سخت کوشیده نشان دهد که اصلا ویروس کرونا در یک آزمایشگاه ووهان ساخته و پرداخته شد. آمریکا برای به کرسی نشاندن این نظریه سخت تلاش کرد. هم مانع از آن شد که کشورهای صنعتی یک بیانیه مشترک در مورد بحران کرونا منتشر کنند، هم مانع از صدور بیانیه شورای امنیت برای یک آتش بس شد، و هم کمک‌های مالی خود به سازمان بهداشت جهانی را قطع کرد. چین هم بیکار ننشسته و متقابلاً دست به یک کارزار تبلیغاتی گسترده علیه آمریکا زده است. دولت چین میگوید این آمریکاست که مرتکب پنهانکاری شده. چین همیشه در مورد انتشار اطلاعات مربوط به پیشگیری و کنترل ویروس کرونا شفاف عمل کرده. آیا آمریکا حاضر است درهای پایگاه بیولوژیک خودش در داخل و خارج این کشور را باز کند؟ ما بعید می‌دانیم. علاوه بر اینها چین میگویند که دولت آمریکا با متهم کردن چین می‌خواهد بر سوء مدیریت‌های خودش سرپوش بگذارد. تا بلکه دونالد ترامپ از راه دمیدن در احساسات ضد چینی دوباره در انتخابات برنده شود. هم احساسات ضد چینی در آمریکا، هم احساسات ضد آمریکایی در چین می توانند برای هر دو دولت مصرف داخلی داشته باشد. دولت آمریکا حالا به فکر تحریم چین، لغو بدهی‌هایش به چین و قانون‌گذاری‌های جدید تجاری است. چین هم بیش از پیش موضعی تهاجمی در سیاست خارجیش گرفته و در صدد گسترش و حوزه‌های نفوذ خودش در جهان است. اما به این ویدیوی تبلیغاتی دولت چین نگاه کنید که داستان بحران کرونا و دعوایش با آمریکا را به روایت خودش شرح می‌دهد. ما یه ویروس جدید کشف کردیم. خطرناکه. سرحد سرماخوردگیه. ماسک بزنید. ماسک نزنید. خونه بمونید. این نقض حقوق بشره. بیمارستان موقت میسازیم. اردوگاه کار اجباری میسازیم. در 10 روز ساخته شده. بز ندید. قرنطینه کنید. این وحشیگری است. فپیوری. ظرفیت سیستم درمانی ما پر شده. ببین چقدر چین عقب مونده است. ویروس داره دکترا رو میکشه. شما جهان سومید. ویروس از هوا هم منتقل میشه. تا 2 ماه دیگه ویروس میره. خونه بمونید. گوییم بگو مگوها در میانه یک بحران بزرگ بشری تمامی ندارد. در این تبوت‌ها به ناسیونالیستی صداهای متعادل جایی ندارند و این دعواهاست که صحنه‌های سیاست، تجارت، علم و جان آدمی را زیر و زبر می‌کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. بهزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور همگانی و بین‌المللی دانشگاه ویرجینیا تک واشنگتن، از واشنگتن با ما هستند. آقای بروجردی، اگر اول به موضع آمریکا نگاه بکنیم، به نظر میاد آمریکا در شرایط بدیه، الان هم زمان همکاریه. چرا تسویه حساب رو با چین آمریکا نمیگذاره برای بعد و فعلا وارد نوع همکاری نمیشه؟ پس کنم همجور که میدونین رابطه امریکا و چین یک رابطه رقابت محور بوده که بر اساس عدم اعتماد دو طرف به همدیگه شکل گرفته بوده، اما به نظر میاد که این رابطه حالا خصلت خصومت هم به خودش گرفته. تاریخیش این بوده که امریکا چین رو یک رقیب استراتژیک میدید، میگفت اسرار علمی ما رو میدزدن. چین هم از طرف دیگه بحث میکرد که امریکا یک قدرت در حال نزول هست، نمیتونه عادلانه رقابت بکنه، پس بنابراین داره سعی میکنه زور بگه. اگر قبل از بحران کرونا برگردیم، میدونیم که دعوای اصلی این دوتا بر سر کمپانی
هواوی بود که باز به همین مسائل اسرار صنعتی برمیگشت. به نظر میاد این دفعه خصومت بالا گرفته به چند دلیل. به این دلیل که اولا اینکه آقای ترامپ به نظر میاد داره از این مسئله استفاده میکنه و با انگوش گذاشتن و تاکید بر این که این ویروس در یک آزمایشگاهی در چین ایجاد شده، ادعایی که حتی دستگاه‌های اطلاعاتی خود امریکا رو هم این رو تایید نمی‌کنن، داره بر تنور این تئوری توطئه میتپه. از طرف دیگه می‌بینیم خب چین هم متقابلا داره بحث می‌کنه که این توطئه به این معنی بوده که ویروس از داخل امریکا اومده. من فکر میکنم در پاسخ سوال شما چرا این لحظه داره انجام میشه، به این خاطر است که هر چقدر که وضعیت اقتصادی امریکا در زمان آقای ترامپ به خاطر بحران کرونا بالاتر بدتر میشه و آمار مرگ و میر بالاتر میره، ایشون به نظر میاد با چشم داشتی به انتخابات پیش رو به این نتیجه رسیدن که با متهم کردن چین به اینکه این مشکل رو کلن به وجود آورده و یا کمکاری کرده، عرض کنم سبب شده که سازمان بهداشت جهانی هم اونجوری که باید و شاید با این مسئله روبرو نشه، داره همون کاری رو میکنه که چند سال پیش در کوران انتخاباتی کرد که اونجا هم در مقابل خانم هیلری کلینتون که از صحبت گروه های مسلمان تروریست استفاده نمیکرد، اومد این به اصطلاح صحبت رو پیشه کرده. چین هم از انتقاد بر این نیست، اطلاعات لازم رو در زمان مناسب ارائه نکرده، این چیزیست که بسیار گفته میشه، و از اون طرف هم تلاشی نمیکنه برای اینکه تنش رو کاهش بده با آمریکا. درسته؟ کاملا درسته. بله، ببینید، فکر میکنم که این یه واقعیت هم هست که به هر حال دنیا لزوماً از عملکرد چین در این رابطه راضی نیست. دلیلی که چینی ها احتمالاً دارن اینقدر تهاجمی پاسخ میدن به آقای ترامپ این هست که اونها فکر میکنن که اگر یک چنین استدلالی واقعاً جا پیدا بکنه و سر زبان ها بیفته در بقیه دنیا، اون وقت تبعات بدجوری برای سیاست خارجی، برای مناسبات اقتصادی چین داره و بنابراین فکر کردن که بهترین دفاع حالت تهاجمی گرفتن است. بله، خیلی کوتاه، این اختلاف چه زیانی وارد کرده به دنیا تا حالا؟ زیان زیادی آورده. ببینین، برای مثال چند هفته پیش اتحادیه اروپا جلسه ای گذاشته بود برای جمع‌آوری کمک مالی برای مبارزه با کرونا. خود کشورهای اروپایی 8 میلیارد دلار به این جدال تخصص دادن، اما امریکا شرکت نکرد و چین هم پولی نداد به این مسئله. یادمون باشه که این چین و امریکا دو کشوری بودن که در سال 2014 میلادی برای مبارزه با ایبولا با هم همکاری قابل توجهی رو واقعا از خودشون نشون داره. برابر این تأثیر منفی این رو میشه بر روابط بین الملل هم امروزه دید. بسیار ممنونم از مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور هماهنگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن با ما.